به نام خالق هستی بخش و عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز، هموطنان گلم. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و در کنار اعضای خانواده محترمتان صحتمند و پیروز و موفق باشین. یک زندگی پر از برکت، یک زندگی پر از سلامتی و بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستم و امیدوار هستم که با یک دل خوب و خوش امروز بیننده برنامه باشین. با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری در خدمت همه شما عزیزان هستیم و امیدوار هستم که شما هم با ما باشین. و از شما عزیزان میخوایم که در همین شروع برنامه، چنانچه که دوست دارین و علاقه من هستین که سوالاتی از ما پرسان کنین، حتما و حتما با ما در ارتباط باشین و کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستن. همکارانم بخوایم که زیرنویس کنن نمبر واتساپی ما و شما را که پل ارتباطی بین ما و شما هست و شما هم میتونین با ما در ارتباط باشین. اما حتما منتظر هستین که موضوع برنامه چی هست و ما میخواییم که در رابطه با چه موضوعی صحبت کنیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن که قسمی زندگی کن، طور زندگی کن که تا آخر دنیا انگار زنده هستی، و قسمی هم زندگی کن برای آخرتت که انگار یک روز زنده هستی. خوب نسبت به این موضوع فکر کنیم. قسمت اول صحبت ما خب و فرموده حضرت علی علیه السلام گفته طور زندگی کن که انگار تا آخر دنیا زنده هستی، یعنی همون موضوعی که دنیا مزرعه آخرت است. یعنی ما باید قسم زندگی کنیم که برای آخرت ما مزرعه داشته باشیم و احساس کنیم که داریم کار میکنیم که برای آخرت ما داریم کشت میکنیم در این دنیا، با تلاش، کوشش، فعالیت، امید داشتن به زندگی، نگرش مثبت، ذهن مثبت، و این که دنیا زندگی است که زیبایی های خود داره و ما باید از این زیبایی های دنیا استفاده کنیم. و بخش دوم صحبت حضرت علی علیه السلام هم نسبت به همین موضوع است که باید حسابرسی داشته باشیم به اعمال خودمان، به حساب خودمان برسیم قبل از اینکه به حساب ما رسیدگی شود. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، خانم دکتر رضایی عزیز، از صحبت‌هاش می‌خوایم استفاده کنیم، شما عزیزان هم همراهی کنین. سلام خانم رضایی، خوش آمدین به برنامه روشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدایی که نام او زینت بخش کلام‌ها و یاد و آرامش بخش روان هاست، هر زمان دارم محضر شما و همینطور همین بینندگان محترم برنامه، و آرزومندی هستم که خداوند این توفیق رو بده که قلب ما آرام بگیرد با یاد او و ذکر و زبان ما و روح و جسم ما انشاءالله منور و متجلی بشود با ذکر و یاد او، چرا که یاد خداوند و به زبان آوردن نام خداوند باعث می شود که نور وجود او در تک تک اعضا و جواره ما انشاءالله سرایت بکنه و ما هم منور بشیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق رو بده که از نور ایمان خداوند امیدوار باشیم به زندگی و بر اساس ایمانی که به خدا داریم تا می توانیم به خدا، به اولیا و دوستان خدا و همینطور به همه مخلوقات خدا انشاءالله عشق ببرزیم، چرا که هر چقدر که عشق ببرزیم چیزی از وجود ما کم نخواهد شد. بله. ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه بر آنچه که داریم افزوده خواهد شد. الهی آمین. تشکر و سپاسگزار. همیشه خانم دکتر رضایی در شروع برنامه دعاهایی میکنن که یک دنیا انرژی مثبت داره، هم برای من و هم برای بیننده های عزیز، سپاسگزار هستیم. و اما خانم رضایی، در رابطه با ویژگی های دنیا صحبت میکردیم، در هفته قبل شروع کردیم ما یک دو موضوع سه مبحث صحبت شد، حالا میخوایم ادامه همین صحبت ها را داشته باشیم. ویژگی های دنیا چه چیزهایی میتونه داشته باشه دنیای ما؟ خب من انشالله با توجه به اینکه امروز ما قصد داریم هم ویژگی های دنیا رو بگیم و هم به مرحله سوم که مطابقت بین ویژگی ها و واقعیت های انسان و ویژگی های دنیا است انشالله برسیم، سعی میکنم که مختصرتر به دو یا سه مورد از ویژگی های دنیا که باقی مانده، البته دنیا بسیار جهان هستی و پیرامون ما بسیار ویژگی ها داره، اونقدر که در حد وسع و توان ما هست و اونقدری که من احساس میکنم که برای بینندگان ما کاربردی هست و میتونم استفاده خیلی راحت از اونها در زندگی داشته باشم. نکته ای که دیگری که در ویژگی های دنیا مطرحه که دنیا و جهان پیرامون ما بر اساس قواعد و اصولی است،
یعنی دنیا قاعده ای داره که اگر او قاعده را او اصل را بدانی و بر مبنای او اصل زندگی کنی، بسیار با آسودگی و راحتی و در رضایت بیشتری خواهی و همون آرامشی که میخوایم احسن به او خواهیم رسید. بله. چند تا قاعده است که من اینا رو حالا برگرفته از ادبیات فارسی، جالبش است که شعر هم داره و باز میتوانیم حتی در ادبیات دینی خود ما هم در آیات و روایات و قرآن هم در آیات قرآن و همینطور روایت معصومین علیهم السلام هم اونها رو ببینیم. اولین اصلی است که ما این روایت بدانیم که هر انسانی ارزش او و اعتبار او بر مبنایی است که خدا چی فرض میکنه و به دنبال چی است. ارزشمند بودن یعنی یکی از نکاتی که در جهان ما وجود داره است که هر انسانی بر مبنای این که در پی چیست و به دنبال چی هست، هر آدمی رو ارزش او بله. معنی میکنه. خب این چه رفتی به جهان هستی داره؟ ببینید اگر به دنبال رضایت هستیم، باید بدانیم که گردش چرخ و فلک هر آدمی را به هر آن چیزی خواهد رساند که به دنبال اوست. مولوی گفت که گر در طلب گوهر کانی کانی، ور در هوس لقمه نانی نانی. یک نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. چقدر زیبا. نکته جالبی است که اینو توجه بکنیم که به دنبال چی هستیم. یعنی حالا ما در مباحث روز داریم که مثلا قانون جذب رو میگن یا مثلا میگن که انرژی مثبت به کائنات بدیم، دقیقاً شاید به یه تعبیر دیگه همین باشه. اگر من ذهنم به دنبال نیکی ها، به دنبال خوبی ها و به دنبال خیر باشه، درسته. در جهان هستی هم خیرات و خوبی ها و نیکی ها به سمت ما خواهد آمد. یعنی ما اونها رو جذب میکنیم به همون طریق. اگر که من از کجا میگم، ببینید ما در آیات قرآن داریم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبیند. بله بله. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بله. اونجا میبینه. حالا ببینیم در قیامت هم خواهیم دیدیم، ولی در دنیا هم میبینیم. چرا؟ بله بله. ما در ادبیات فارسی داریم که تو نیکی میکنه در دجله انداز، ایزد در بیابانت دهد باز. ببینید نکته مهمی است که این رو باور کنیم که من اگر به دنباله، اگر من برای خودم آینده ای رو تصور میکنم، این که من یک آدمی خواهم شد در فلان مقطع، حالا یا به لحاظ ثروت یا به لحاظ قدرت یا به لحاظ علم یا به لحاظ هنر، من برای خودم میگم که مثلا ما به عنوان یک مادر به فرزندم میگم که من مثلا حتی از کودکی از یک سالگی میگم که این بچه منو میبینید، دختر منو میبینید، این انشالله فلان شاعر خواهد شد، یا مثلا فلان نویسنده خواهد شد، فلان دکتر خواهد شد، حتی فلان فوتبالیست خواهد شد. ببینید و وقتی با این نگاه تمام، یعنی تمام همت و ذهن من ایست که، و بعد جالبی است که وقتی هی من مادر او میگم یا حتی خود آدم که به خودش بگه، او خودشون باور میکنه، باور در وجود من ایجاد شد، حالا تمام هر چیزی که در جستن آنی. همه هستی و کائنات به من کمک رو میکنه که به او برسم. این نکته اول. نکته دوم، سخت نگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه جهان با آدمهای سختگیر سخت میگیره. هر چقدر سخت بگیرید دنیا هم سخت میشه. گفت آسان گیر کارها که از روی طبع جهان، سخت میگیرد جهان با مردمان سخت‌کوش. منظور چیه؟ ببینید هم ظهوری مثال میزنم، هر چقدر که ما نسبت به یک چیزی ریزبین‌تر و جزئی‌تر بشیم، بله. به همون اندازه که به اصطلاح بیشتر و روی اون نکات رو بررسی میکنیم، به همون اندازه هم احتمالاً اشکالات و چالش‌ها، یا مثلا هر چقدر که فروتر میری به اصطلاح چی، مثلا فرض کنید تفاوت بین این است که من به عنوان یک آدمی که مثلا کمتر نسبت به جزئیات یک چیز میپردازم و خیلی حساسیتم کمتر است، راحت‌تر با قضیه کنار میایم، زودتر اون رو میپذیرم نسبت به آدمی که به عنوان نمونه مثلا ما در مملکت ما همیشه ایرا خیلی وقتا برای دوستانم مثال میزنم، میگم که مثلا در کابل شما وقتی که داخل یک سری منطقه‌های خاص که میشیم، یک مثلا به اصطلاح تبنگایی هست که روی او روغن گذاشته و از این لحظه مثلا خمیر رو برمی‌داره، سریع او رو صاف میکنه، مقدار گندنه داخل او میمانه، بعد مثلا بولانی میشه در عرض کمتر دقیقه بولانی آماده میشه، و بعد ببینید اینکه مثلا طرف رد میشه گرسنه، به هم به محضی که گرسنه نیستم میگه خب این بولانه اینجا پخته، خب اینو ور میدارم پول میده و اونو میگیره، مثلا حالا یک مقداره که هر چیزی که اونجا هست به عنوان سس هم مثلا روی بله میریزه بله. میخوره، خب گرسنگیش برطرف میشه. این اینکه خب من گرسنه هستم، اینجا میگه یک غذای آماده است، مقدار وسعم هم هست، خوب داغم هست، خوشمزه هم هست، اینو میره میگیره میخوره. حالا یک نگاه دیگه، حالا بحثای بهداشتیشو بگذاریم کنار، یک نگاه دیگه که مثلا طرف از اینجا کنار میاد، حالا ببینید که سخت میگیری به این معنا که گاهی وقتا بهتره که کلیات رو نگاه بکنیم، خیلی وارد جزئیات نشیم. خب
یکی خمیر کرده، آرد ازی از کجاست، آیا دستش پاک بوده نبوده، نبوده. البته من اصلا منکر و مسائل بهداشتی نیستم، خام زوری خب، ولی یک نکته هست اینه که من همین ظاهر این قضیه رو که میبینم، اینو میبنده خدا، خب دستاش تمیز است، آردیرم که برمیدارم مثلا فرض میکنید که به این میگذاره دوربر بابام در نهایت در روغن سرخ، در روغن سرخ با حرارت و بالا میکروباش کوشته میشه. خب ببینید اگر که من به اون نگاه بکنم، بولانی رو میگیرم میخرم، در عرض 2 دقیقه 10 دقیقه بعدش کاملا سیر و مشکل برطرف شد، و اگر به اون نگاه کنم 5 دقیقه 10 دقیقه اینجا مثلا تعامل میکنم همه ابعادش رو نگاه میکنم، در اون نگاه نه ایره نمیخرم، میرم و بعدش هم گرسنه میمونم. یک سری از آدم ها هستن در محیط زندگی اطراف، مثلا در انتخاب هایشان، انتخاب همسر، بله بله. در اینکه دقت بکنیم، به عبارتی با ملاحظه وارد بشیم، بله. بر اساس یک اولویت ها، تا اینکه به شدت تمام به دنبال یک ایدئال هایی باشیم، یک برای هر چیزی یک چهارچوب خیلی خیلی محدودی داشته باشیم، بله. بگیم هر چیزی داخل چهارچوب قرار گرفت خوبه، اگر وارد این چهارچوبی که ما میخوایم نخواست، پس امکان نداره، مأمور این سخت گرفتن و این محدود کردن خود باعث میشه که او سختی دوباره به سمت، بله. چی برگرده؟ خودمون. سمت خودم برگرده. یعنی یک قدر حساسیت نشان دادن، وسواس بودن نسبت به هر چیز، یعنی تفکر منفی داشتن نسبت به همه چی، اینا یکم زندگی ما را سخت‌تر میکنه و مشکلات ما را بیشتر میکنه. میان برنامه آماده نش تقدیم عزیزان و بعد از وقفه کوتاهی که میگیریم همچنان با ما همراه باشین. پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم. یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم. دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم. سه شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم. چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. تشکر میکنیم از یک یک شما هموطنان عزیزم که همیشه همراه ما هستین، همیشه بیننده برنامه هستین و لطف دارین و بسیاری از موضوعات برنامه روشنا را پا به پای ما میشینین و تلاش میکنین و برنامه‌ریزی میکنین که بتانین ببینین و در زندگی خودتان انشالله که استفاده ببرین و عمل کنین تا انشالله زندگی پر از موفقیت، پر از پیروزی و پر از بهترین ها باشه برای همه ما و شما عزیزان. پس نتیجه به این شد که هر چی که ما فکر کنیم و به هر چی که بگوییم و بخواهیم به همون میرسیم. اگر بگوییم که ما یک انسان بدبخت هستیم، یک انسان بدشانس هستیم، هیچ وقت ما موفق نبودیم و موفق نخواهیم بود، مطمئن باشیم که همان گونه خواهیم شد. پس بیایم از امروز بگوییم ما بهترین هستیم، ما همیشه موفق هستیم، ما می توانیم که در همه زمینه های زندگی موفق باشیم و امیدوار باشیم به بهترین ها و به اهداف بالای زندگی فکر کنیم و انشالله که به همه آنها خواهیم رسید. در ادامه صحبت ها با خانم رضایی عزیز هستیم و ویژگی های دنیا را بررسی میکنیم. بفرمایید خانم رضایی. تشکر از شما. نکته دومی که حالا نکته البته پنجم میشه بعد گفت تا ویژگی رو ما در جلسه قبل گفتیم، ویژگی چهارم و ویژگی پنجم، این که جهان هستی در حال گردش، هیچ چیزی، هیچ نه غم نشادی، نه لذت، نه مثلا درد، نه خوبی و نه به اصطلاح بدی، حالا به طور کلی اگر نگاه بکنیم به جهان، هیچ چیزی دائم و ثابت و همیشگی نیست. حتی در همون سختی ها هم آسانی ها هست. احسن. ان مع العسر یسرا. فان تاکید خیلی بسیار زیبایی است در کلام خداوند تبارک و تعالی. فان مع العسر یسرا. که چی؟ ببینید ما داریم که در حالا داستان‌های عارفانه از یک عارف بزرگی پرسیدن که روی نگین انگشتر چی نوشته، گفت این نیز بگذرد. که باور بکنیم، کما اینکه ببینید اگر که کمی تأمل بکنیم در داستان‌های تاریخ همه اقوام و همه تمدن‌ها و همه آیین‌ها و ملت‌هایی که گذشته و حتی خامزوری نمی‌خواد بریم برگردیم به صدها سال پیش، به قرن‌های پیش، به همین
گذشته یعنی زمان معاصر خود ما. بله ببینید، مثلا فرض کنید که ستمگران عالم هم مردند، نیکان عالم هم مردند. ستمگران عالم چگونه مردند، فاسدان عالم چگونه مردند، خونریزان و صفاکان عالم چطور مردند و بعد از مرگ اونها چه اتفاقی افتاد، جهان چه ارزیابی در حال در مورد اونها کرد و چه اتفاقی افتاد و بعد نیک مردان عالم چگونه مردند، به اصطلاح انسان‌های صالح چگونه مردند در حین خود مرگ اونها چگونه اتفاق افتاد و پس از مرگ اونها چه اتفاق افتاد و دیگران چگونه از اونها یاد می‌کنند. لذا اینکه نگاه ما، خب ببینید اونها زمانی هم که یعنی اینکه گاهی وقتا مثلا در تنگنا قرار میگیریم، بله، بعد احساس میکنیم که خدای این همه بدبختی دیگه قابل تحمل نیست. آه. چرا هیچ چیز تغییر نمیکنه؟ تغییر میکنه، یقین بدانیم که تغییر میکنه. و این چرا؟ چون ببینید، آیا ما مثلا تصور بکنیم ظلم فرعون رو، مثلا فساد اقتصادی بیشتر از قارون رو، یا مثلا فشاری رو که قوم اقوام، حال چه اونهایی که در به اصطلاح ادبیات دینی ما در داستانهای قرآن درستن و در روایات برای ما رسیده، چه اونهایی که به حقیقت و عینه در زندگی خودمون یا در تاریخ تک تک کشورها و ملت‌ها و فرهنگ‌ها دیدیم. وقتی که باور به این بکنیم که این نیز بگذرد در دنیا، همین که دنیا در حال چرخش و گردش هست و من هم تغییر خواهم کرد، پس ولذا خیلی یعنی به آنچه که حالا همون آیه قرآن که لا تفرحوا بما تاکم ولا تأسوا علی ما فاتکم. اینکه اگر در چیزی که از دست دادید و گذشت تأسف نخورید، به اون چیزی هم که هنوز نیومده خیلی امیدوار نباشید. چرا؟ چون در حال گردش هست و در دائما در حال چی؟ تغییره. اگر رنج و سختی است ان شاءالله پایان خواهد یافت، و از اون طرف اگر در خوشی و کامروایی و لذتی هم هستید، مطمئن باشید دائمی نیست. خب پس خانم رضایی، حالا ببینید، ما بسیاری از در بسیاری از مجالس و بسیاری از جاها گفته میشه که دنیا در گذر هست. درست؟ خب چه نتیجه میتونیم بگیریم از این موضوع؟ نتیجه دنیا در گذر بودن همین الان از اون بعد منفیش است که اگر در تنگنا و فشار هستید، مطمئن باشید که روزی پایان شب سیاه سفید است. بله. و میگن تاریک ترین لحظات شب قبل از سفیدی صبح اتفاق میفته. تاریکی محض، مثلا نزدیکای از آن صبح دقیقاً تاریکی محض. چرا؟ چون قرار است به روشنایی برسیم. و این نکته اولش است که به عبارتی نجاتمان میده از ناامیدی محض. او طرفش هیچگاه به صورت کل ناامید نشه، همیشه یه روزنه ای هست. بله بله. از اون طرف اگر خیلی الان در حالت رفاه و آسایش و به اصطلاح لذت هم هستید، حواستان باشه که این نیز بگذره، که چی؟ جلوگیری میکنه از سرکشی، از طغیان، از عصیان، از غرور، از تکبر، از خود برتربینی، از کوچک دیدن دیگران، از عزت نفس کاذب. باعث میشه که آدم حواسش به خودش باشه که ببین الان در مثلا آسایشی، در مکنتی، در رفاه هستی، در یک حالت خوب، ولی ممکن است که فردا، که همون به اصطلاح عامیانه خود ماست، که اگر جمالی داری به طبی بندی و اگر مثلا ثروتی داری، مثلا یک آنی و یک لحظه، اگر فرض کنیم که از بین بره، به شبی اگر دوزی بیاد فرداش مصاحبه هیچ چیز نیست. لذا این که باعث میشه آدم از اون طرف دچار ناامیدی و دچار به اصطلاح حالت حسرت داشتن و عقده و کینه ها از اون دست بردار میگذره، از این ورم باز دچار یک وقتی خودپسندی و غرور کاذب و عزت نفس کاذب نشود و یک انسانی باشه که در حال زندگی میکنه، از گذشته هایش عبرت میگیره و بر اساس آن عبرتی که از گذشته ها گرفته برای آیندهش برنامه‌ریزی میکنه، و چون الان داره تلاش میکنه با نگاه به گذشته و امید به آینده، ان شاءالله رضایت از زندگی هم خواهد داشت. یعنی قسمه نباشه که بگویه که خب دنیا که میگذرد دیگه، نه؟ من از این دنیا میرم، پس چه داره که من در این دنیایی که قصد دارم برم، من در اینجا بگیرم تلاش کنم، کار کنم، فعالیت کنم، خودم قدر آزار اذیت کنم، چه دلیل داره؟ خب میگذرد دیگه. خب این ویژگی دیگری است که الان خیلی نکته جالبی بود اشاره کردید و خب شاید یعنی خیلی زیبا میشود اینو وصل کرد به ویژگی آخری که من از دنیا میخوام بگم. دنیا محدوده. ما میگیم دنیا فانی است، ارزش نداره. خب چرا در دنیایی که ارزش نداره فانی است؟ مثلا ببینم قدر دو بودی سوال پیش یک دنیا یک بود دنیایی است که فانی است. و جالب اینجاست که بعد دوم ما موجود، یادتان هست که در ویژگی‌های انسان گفتیم توانایی، ظرفیت و فرصت محدود دارم. نهایت عمر کنم 100 خورده ای سال، در بهترین حالت مثل حضرت نوح عمر کنم 900 خورده ای سال، نزدیک به سال، ولی بالاخره میمیرم. نکتهش ایست که یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دنیا ایست که دنیای محدود و در گذر قابلیت مانا بودن و جاودانه بودن و همیشه دائمی بودن رو داره. یعنی یکی از اون قابلیت‌های بسیار جالبی که در دنیا هست، چطور می‌توانیم، یعنی من می‌توانم، من یه انسان می‌توانم از این قابلیت دنیا استفاده کنم. همین دو روزی که دیروز و امروز باشد، یا بر فرمود حضرت علی علیه السلام یک وقتایی بر علیه ماست و یک وقتایی به نفع ماست، هم بر اون نکات بر علیهش و اون زمانی هم که با ما هست، طوری بهره‌مند بشم از این ویژگی و طوری استفاده بکنم که همیشگی، دائمی، یعنی
همین الانم که زنده هستم نامم جاویدان باشه، پس از اونم که مردم از دنیا رفتم این فنا مرا در بر نگیره. فانی بودن دنیا و در گذار، یعنی تبدیل به یک موجود ثابتی باشم که نامم و یادم و خاطرم همیشگی است. چطور؟ خیلی های اتفاق افتاده. چقدر ما اسطوره های در ابعاد مختلف، اسطوره های مثلا فرهنگی، ادبی، هنری، شما مثلا ببینید در هر قطعا هر کشوری یک سری آثار باستانی داره و آثار باستانی مثلا باز مثلا در حالا مثلا برمان مثال ما در هرات خودم هم مثلا میگیم که ما مقبره گوهرشاد بیگم میریم، بله. یا طبیعتا در غزنی که یک زمانی سال 2013 اگر اشتباه نکنم پایتخت جهان اسلام بود، چقدر آثار باستانی است. در بلخ ما مثلا فرض کنید چقدر آثار باستانی، و آثار باستانی به یک عبارت مانایی و جاودانگی اونها طبیعتاً برمیگرده، نشان دهی که حالا البته متاسفانه حالا باید بستگی بیداره که آیا مثلا در کشور ما آبدات تاریخی باز دوباره اینقدر محافظت میشن. که ببینید معمولاً اینکه هست مثلا میگن که این مسجد مثلا 500 سال پیش ساخته شده، 600 سال پیش ساخته شده، فلانی را ساخته. میمانم احسن ماندگاری داره. ساده ترش مثلا ببینید ما در ادبیات خودمان میگیم که اشعار فلان شاعر، بله، تخلص میشه داخل، درست، چند صد سال از عمر او آدم گذاشته، ولی شعر او یعنی خود او توسط شعرش ماندگاری یا بسیار از مکتبایی که ساخته شده در نام از اونا احسن نمیشه میشن. در زندگی دنیا از ثروتی که خدا به ما داده موقت من میمیرم، ثروت من از بین میره، ولی اگر همون ثروت را وقف کنم وقف میشود حیات جاودانه. اگر انفاق در راه خدا بکنم، خدا به خاطر او انفاقی که کردم و قسمتی از مال خودم را، قسمتی از او چیزی که بهم داده شده را میبخشم به خدا، خدا در قبال او بعد مرا شکار میکنه زندگی مرا. و از هم مهمتر ما در آیه قرآن داریم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربک یرزقون، و جان خودم را با خدا معامله میکنم بعد همیشه جاودان. خب خانم، اگه کسایی باشن که خب قدر درآمد یا مال نداشته باشن که بتونن وقف کنن که نام از اونها جاودان باقی بمانند، درست الان او افرادی که قسمیستن اونا چی بگوین که دیگه ما در دنیا هیچ ارزش نداریم و هیچ برای آخرت ما هم طور آماده می باشیم که دیگه ما از دنیا بریم قسم هست، یا ای که به خود بگوین که خب ما در دنیایی که آمدیم، درست است که این دنیا میگذره دیگه، در گذر هست، ولی خب گذر این دنیا و آمدن ما در دنیا به هدف نیست، بلکه است که ما بتونیم یک آخرت خوب داشته باشیم. درست این همون موضوع رو میرسنم. من ثروت ندارم، من توانی ندارم، من قدرت ندارم، من زبانی دارم که اگر این زبان من تولید کلام زیبا بکنه، این کلام زیبا رو به یک کودک خرد سال 3 ساله بگم، این آدم تا حداقل 70 80 سال اگر عمر کنه 67 سال دیگر کلام من در وجود این آدم باقی میمونه و او کلام من رو به نسل بعدی خودش انتقال خواهد. فقط لازم نیست که برای باقی ماندن و برای جاودانه بودن حتما لازم نیست یک اثر مادی از خودمان به جا بگذاریم، کما که گفتم در مورد ادبیات تربیت فرزندان یک سخنی نیکو، یک روش خوب، یک حس، این مثلا من سن سنت حسنه، اگر کسی ما در روایت داریم اگر کسی سنت خوبی رو جایگزین که خودش مرده، ولی ببینید سالیان ساله که چون بله. اولین قدم رو او برداشت، اولین کار رو کرد، تبدیل به سنت شد. خب این سنت حسنه تا قیام قیامت، هر کسی که ثواب او و حتی خیر و نیکی که بین مردم بله. ببینید اصطلاح ساده‌اش خدا بیامرزه فلانی رو، خدا پدر فلانی رو رحمت کنه، چرا حالا ممکن است او مرده باشد؟ یا مثلا گاهی وقتا میگیم که کلانای ما گفتن، کلانای ما این قسم کار کردن، یعنی اون کلان من ممکن اصلا ندیده باشم، جد چندمم است، ولی جد چندمم یک کاری میکرده، یک عملی میکرده، یک حرف خوب زده. بله، ضرب المثل هایی که الان استفاده میکنیم طبیعتا یکی از همون جاودانگی هاییست که آدم های قدیم مثلا درست چند صد ساله داره استفاده میشه، لذا محدود نیست. برای جاودانه بودن نگاه ما فقط به آثار مادی نباشه. و چقدر خوب است که خودمون اینجوری نگاه بکنیم که من که حرف میزنم، من که راه میرم، طوری راه برم که رد پای من پس از من باقی بمانه. بله. این نگاه اینجوری داشتن به دنیا بسیار بسیار ارزشمند. بله، بسیار ارزشمند است. یعنی که انسان فکر کنه که یک انسان چقدر توانایی داره و میتونه از این توانایی ها و استعدادهای خودش استفاده کنه، بهره ببره و خداوند استعدادها رو واقعا در وجود همه نهاده برای که بتونه تلاش کنه. بله. اصلا ما در این دنیا خلق شدیم برای همین که بتونیم تلاش کنیم، بله، خود ما رو به کمال برسانیم و آخرت خود ما رو خوب کنیم، یعنی هم در این دنیا از لذت های دنیا استفاده کنیم، از زیبایی های دنیا لذت ببریم، با همون کار و تلاش و فعالیت هایی که داریم و همچنین به این طریق آخرت خود ما را هم بتانیم خوب بسازیم. تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همراه ما بودین سپاسگزار هستیم. بعد از یک وقفه باز هم همچنان با ما همراه باشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بیننده‌های عزیز و هموطنان خوبم، خانواده‌های محترم، شما مادرها، پدرهای عزیزی که هم‌اکنون بیننده برنامه روشنا هستین، بسیار خوشحال هستیم که در جمع صمیمی شما عزیزان هستیم. بهترین‌ها را برای یک یکتان آرزو می‌کنم. همراه ما باشین و موضوع ویژگی‌های دنیا را بررسی کردیم با خانم رازی‌زایی عزیز و می‌خوایم که بگوییم که ویژگی‌های دنیا را گفتیم، ویژگی‌های انسان هم گفتیم. حالا بیایم بررسی کنیم که ویژگی‌های دنیا و ویژگی‌های انسان اینها چه کمکی میتونه بکنه برای که ما بتونیم یک زندگی خوب را داشته باشیم و یک زندگی خوبی را که همه ما و شما بیننده های عزیز و هموطنان خوبم آرزو داریم که در زندگی داشته باشیم، اینها را بررسی میکنیم و آرزو میکنیم که بهترین زندگی داشته باشین یک یک شما عزیزان. حالا نزدیک ویژگی های دنیا را که گفتیم، حالا با توجه به ویژگی های انسان و ویژگی های دنیا، ما چه قسم میتونیم که اینها را در کنار هم قرار بتیم و بتانیم یک زندگی خوب را ایجاد کنیم برای خود ما؟ بله، خب ما دوستان عزیز یاد خاطرشان باشه که ما در مورد ویژگی‌های انسان تقریبا به سه موضوع اصلی اشاره کردیم. اول اینکه انسان موجود بسیار بسیار ارزشمندی است و هر کدوم از ما یک دانه هستیم، دیگه تکرار نخواهد شد، منحصر به فرد بودن انسان. دوم اینکه ما توانایی، ظرفیت و فرصت محدودی داریم هر کدوممون برای زندگی کردن. بله. و سوم این که با همه این ویژگی‌های مثبتی که داریم، باید بپذیریم و قبول کنیم که ما محتاج و نیازمندیم. اول نیازمند به خالق عالم، بعد نیازمند به مخلوقات دیگر برستن. مخلوقات حتی واقعا برای زندگی کردن و زنده ماندن نیاز به تک تک نباتاتی داره، اونایی که ما می‌خوریم، استفاده می‌کنیم. اگر هر کدومشون شروع کنن به مثلا نبودن، کم بشه، مثلا گندم اگر نباشه ما چه قسم زندگی کنیم؟ شما تصوری رو بکنید. بله. تصورش سخت است. چی برسه که بخوایم در اون مرحله برسیم؟ یا همین مشکلی که الان متاسفانه داریم، کلیت جهان با او دست پنجه میکنه. اگر آب نباشه، یکی از عناصر جهان هستی نباشه، اصلا حیاتی وجود نداره. بله بله. خب پس اون سه تا ویژگی که ما در مورد انسان داشتیم با شش تا ویژگی که در مورد دنیا داد، از ترکیب، خب اگر اون سه تا رو قرار باشه با شش تا به قول معروف ضرب کنیم، تعداد قابل توجهی میشه که فرصت برنامه. من سعی میکنم به دو سه مورد که تاکید میکنم که کاربردی تر است و واقعا کمک کننده است. خب ارزشمند بودن انسان و منحصر به فرد بودن من دیگه تکرار نخواهد شدم و بسیار ارزشمند هستم. از طرفی دنیا جای آسایش مطلق نیست. بس. خب من یه ارزشمند در این جایی که اصلا آسایش مطلق وجود نداره چه قسم؟ یعنی ترکیبی دوتا با هم اینجوری میشه که خب ارزش من، یعنی او توانمندی ویژگی منحصر به فرد من، او ویژگی که خداوند فرموده نیجا الان فل ارز خلیفه، من میخواهم در روی زمین جانشین خودمون. ارزش من که اتفاق میفته، یکی همون ویژگی که جهان جای آسایش مطلق نیست بپذیرم. بای. که چی؟ خانم زهری، اگر سختی سر راه ما اومد، در کوره مشکلات افتاد، در حال ذوب شدن بود. بعد دیگه بلا و مصیبت که هست. هست. کمان که برای انبیاء خدا بوده، برای اولیاء خدا بوده، برای آدمان عادی. خب اگر افتادم در سختی ها و در چالش ها، احساس کردم که دیگه واقعا او گل وجود من دیگه از هم دیگه توانایی نداریم. دیگه توانایی ندارم. نکته او مثال خیلی جالبی که من همیشه استفاده میکنم، ما ببینید، ما در عناصر به اصطلاح فیزیکی تقریبا، حالا بین خودمان عناصر محکم‌تری، اما ولی خب میگن که فلان چیز فولاد میمونه. خب فولاد چگونه فولاد میشود؟ سنگ آهن رو میرن از معادن میارن، بعد او رو تکه تکه میکنن، بزرگ هست، تکه تکه خورد میشه، یک سختی کوچیک شهر شده، بعد او وارد کوره میشه که مواد اضافه از بین بره و خود آهن خالص بمانه، خود آهن به حالت مایع در میاد، باز داخل قرار میگیره، قالب ها مثلا قالب های متفاوت، باز او همون خود فشار قاصرون میاد که اندازه بشه، در نهایت روی او چی میگیرن؟ خود او به اصطلاح آهن رو روی او آب سرد میگیرن، به اصطلاح داخل آب یخ میکنن که ترکیب بشه. حواسمان باشه که اگر که فولاد آب دیده قراره بشیم، و از اون مهمتر الماس جزء ارزشمندترین کانی های جهانه در دنیای ما، بالاتر از الماس دیگه، ارزشمندتر از الماس دیگه. الماس چگونه به دست میاد؟
یعنی در بیشترین فشار به قول معروف چند حالا فاصله خیلی عمیقی در کره زمین و بعد از بی ارزش ترین چیزها مثلا از بی ارزش ترین عناصر که دی اکسید کربن باشه تبدیل میشه حالا در حالت خاصی بحث های فیزیکی نمیخوام مطرح کنم تبدیل به الماس میشه. الماس رو به سادگی میشه پیدا کرد؟ نه. برای پیدا کردن کوچکترین قطعه الماس میبایست کل مثلا فرض کنید همون که میگم در عمق زمین آدیگه بله. اگر قرار الماس وجود خودم رو کشف کنم به او چیزی که خداوند مرا با او هدف و با او غرض رسانده دسترسی پیدا کنم باید بدانم که همه او فشارها همه او سختیها باید بیاید که یعنی باید یکی شروع کنه به کندن زمین به اعماق زمین برسه و الماس دسترسی پیدا کنه بله. و فولاد اول باید از کوه از سنگ آهن از کوه بیاید و ذوب بشود و بعد داخل قطعات قرار میگیره و فشار و قطعه روش بیاد و بعد در نهایت داخل آب سرد بره تا تبدیل به یک فولادی بشه که هیچ چیزی رو نمیتونه اون رو خم کنه. اگر ما قرار است این نکته مهمه که هیچ چیزی نمیتونه اون رو خم کنه با ببینید ترکیب ارزش ما ارزشمند بودن ما به این چیز به اینکه خدایا تو مرا اینقدر با مثلا جایگاه خاصی میگه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند تو ببین که تا چه حد است مقام آدمیت. انسان بودن و آدمیت ما بسیار بسیار ارزشمنده به شرطی که چی؟ به شرطی که کمترین سختی با اون مواجه شد شروع نکنم به ناله و فریاد کردن خدای دیوار از دیوار ما کوتاه‌تر ندیدی؟ نه این همون فرایند مراحل فولاد آب دیده شدن است و ما تنها زمانی به او الماس دسترسی پیدا خواهیم کرد الماس وجودمان که فیلترهای متفاوت لایه‌های متفاوت وجودمان کنده بشه تا به او الماس برسیم. این نکته اول. نکته دوم که بسیار مهم است زندگی و دنیا هدف داره. بله. بدون هدف ساخته نشده. از طرفی فرصت و توان ما انسان هم بسیار بسیار محدوده. نکته مهم است که حالا که جهان هستی بی هدف آفریده نشده. حالا که تک تک عناصر جهان هستی هر کدوم بر اساس هدفمند هستی خب قطعاً در وجود ما هم هدفه. حالا ما برای هدفمندیم یک مدت زمان محدودی دارم. پس به هیچ عنوان حق ندارم حتی یک ثانیه را هدر بودم پانزوری. به هیچ عنوان حقی باید تمام تلاش ما باید برای ثانیه هام برای دقیقه هام برای ساعت هام برای تک تک روز هام برنامه داشته باشم بخاطر حالا که دنیا درگذر است پس ما نتیجه میگیریم که بعد از لحظه لحظه او استفاده کنیم و طرفی وقتی کلیت جهان هستی هدف داره به یک بر اساس یک دلیلی ساخته شده و به یک نتیجه ای میرسه محال ممکنه که به وجود آمدن ما هستی ما و زندگی ما بدون هدف خب باید به او برسم. چگونه به او برسم؟ تلاش لیس للانسان الا مسعا. هیچ چیزی انسان به هیچ چیز نخواهد رسید. فلذا خام زوری آب راکت میگنده تبدیل به لجن میشه. آب زمانی سرچشمه حیاته که بجوشه که در حرکت باشه. درست. که او به اصطلاح برخورد با سنگ ها دیدید یکی از جذابیت های صدای آب زمانی است که برخورد سنگ میکنه با سنگ ها. اون سنگ ها هم موانع هستند. از صدای به حتی اگر واقعا یه جایی به ناله رسیدم حرکت مد آب جاری هستم و در جریان هستم و تبدیل به منشأ حیات میشم. به پای هر گلی برسم مثلا به پای هر شاخه خشکیده برسم اون رو زنده میکنم و او گل میده. به پای هر درخت خشکیده برسم اون رو زنده میکنم و او میوه میده. یعنی از یک تنه خشکیده مثلا به عبارتی لطیف‌ترین و شیرین‌ترین و خوشمزه‌ترین میوه‌ها به خاطر چی؟ به خاطر که آبی در اون جریان پیدا کرده. نکته مهمتری که من از ترکیب ویژگی‌های خودم به ویژگی‌های دنیا به دست میارم من یه انسانی که توان و ظرفیت محدود دارم باید اینو بدانم که برای همین توان و ظرفیت محدود من هم هدف و غایتی نهفته است. پس وظیفه این که تمام تلاشم هر آنچه که در توانم هست بله. تلاش بکنم و زحمت بکشم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من تبدیل به یک یعنی برای خودم یک هدفی داشته باشم بله. که برای اون هدف برسم. یک وقتی از خام زوری زندگی میکنیم بدون دلیل بدون هدف بدون دلیل میمیریم کما اینکه در حینی هم که داریم زندگی میکنیم اصلا نمیدانیم که متاسفانه گاهی وقتا بعضی از آدم ها هستن. در اصل ما زنده هستیم زندگی نمیکنیم یاد بگیریم که زندگی کنیم. زندگی کردن هم یعنی هدف داشتن و امید داشتن. من لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند برای من یک توانی در نظر گرفته بله. قطعا از ما توان ما بیشتر ولی او که او توان ما چقدر هست باید در آزمون و خطا به اون نتیجه برسم. تا وقتی که نشستم هر کی به من یک پیشنهاد نمیتونم نمیشه نه اصلا امکان نداره بنده خدا تو قدم بردار تو وارد مسیر بشو. حالا اونجا اگه به نتیجه هم نرسیدی خدا نه خودت از خودت گله داری بله. نه خلق خدا از تو گله دارن خدا هم میدونه میگه از تو حرکت از خداوند برکت. مشکل اینجاست که ما آدم بیشتر وقتا نارضایتی ها ما گلایه های ما عقده ها و کینه های دل ما به خاطر
هستیم و هی نگاه کردیم چرا دیگر رو دارم من دارم، هی حسرت خوردم چرا او فلانه. ولی اگر که وقتی گفتم خب اگر من وجود ارزشمنده باید به او ثروت، باید به او قدرت، باید به او جایگاه، باید به او مقام معنوی برسم، خب زمانی ما ببینید میگه که اگر قرار پیغمبر بشم بله. باید بپذیرم اولین گام برای اینکه از خود خارج بشم، خداوند تبارک و تعالی نور رسالت خودش در وجود او قسم از بندگان خودشان قرار داد که در ذات اونها یک ویژگی مثبت بود. بله. به قول معروف میگه قابلیت قابل و فاعلیت فاعل، قابلیت او رو داشتن که تبدیل به پیغمبر بشن. حالا اگه فرصت داریم یک داستانی هست بسیار جالب در همین مورد داریم که در بزرگان آمد که شاگرد و یک بنده خدای پدر مادر یک بچه آوردن او رو به یک دانشمند بسیار بسیار عالی یوتوبی سپردن، گفتن اینو تربیت کن. این بچه کمی که کلانتر شده بچگی به نوجوانی و نوجوانی به جوانی رسید و این تمام کمالات این استاد خودش رو دید. یک زمانی دیگه به خودش چندین بار میخواست بگه، ترسید ولی به خودش جسارت داد، گفت که استاد بها گفت من اگه جای تو میبودم دعای پیغمبری میکردم. درست. بعد استاد گفت که هیچی نگفت، گفت باش جواب تو رو میدم. شب بود خوابید نیمه های سحر صدا کرد فلانی پاشو. بعد گفت که استاد چی میخواد؟ گفت بلند شو برو از چاه بیرون حیات، هوا بسیار سرد زمستان، بله. از چاه بیرون از داخل حیات برام آب بیار. گفت استاد یک چرخی زد قلطی زد بزرگ و فلانی پاشو برو از داخل حیات برام آب بیار. سه بار اینو تکرار کرد و بعد این بچه حالا دیگه با کراهت بدبختی مکافات بعد رفت و آب آورد به سوز سرما اومد داخل. بعد اومد چی بعد نشست گفت استاد گفت ها این نصف شب آب گذاشت کنار، گفت این نصف شب من اذیت کردم. گفت می‌خواستم میره به تو بفهمونم، بیدار شو هوشیار باش گوش کن ببین چی میگم. گفت تو به من از کودکی تو را کلان کردم، هر آن چیزی که داشتم به تو انتقال دادم، چقدر در حق تو لطف و محبت کردم. یک نصف شبی یک بار در طول این مدت یک بار به تو گفتم از نصف شب بلند شو برو از داخلش بیرون هوای سرد برام بیا. آوردی یا نیوردی باشه کراهتی. گفت تو به من میگی چرا ادعای پیغمبری نمی‌کنی؟ او پیغمبر یک ساحتی داره، یک ویژگی داره و یک ارزشی در کلیت عالم برای تک تک مخلوقات داره. حالا گوش کن ببین چی میگن. گفت دارن از آن میگن. گفت به او مؤذن کسی پول میده؟ او مؤذنی که نصف شب با یک اراده اصلا کسی او رو بیدار نمی، خود او بیدار شده، بلند شده، رفته داخل مؤذنه، شروع کرده اشهد ان محمدن رسول الله. او پیغمبر شدن یک ویژگی در وجود نازنین پیغمبر بله. بوده که او تبدیل پیغمبر شده که حالا محبت او رو خدا تا انتهای قیامت در قلب تک تک عناصر جهان و در قلب مسلمانان قرار داده که نصف شب بلند شده بدون اینکه کسی از او خواسته باشه میگه اشهد ان علی ان ولی الله. اینا بله. بدانیم که هستی جهان هستی یک ویژگی های داره به شرط اینکه ما اون ویژگی ها رو بشناسیم بله. و بعد تلاش کنیم برای رسیدن به ویژگی ها. زنده باشین، تشکر میکنیم، سپاسگزار از خانم رضایی عزیز و صحبت‌های بسیار خوب و مفیدشان، از اینکه شما هم تا این لحظه همراه ما بودین جان سپاس. بهترین ها را برای یک یکتان آرزومند هستم، زندگی را حتما با تلاش و کوشش پیش ببرین. سپاسگزار، امیدوار هستم که موفق و پیروز باشین. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.